شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. استرالیا کشوری پهناور و زیباست. برای مهاجرت، تحصیل، کار، تجارت یا سفر به استرالیا بیش از 100 نوع ویزا وجود دارد. رادیو اسپیس فارسی در نظر دارد تا از طریق ارائه یک سری سلسله برنامه ها به تعدادی از مهمترین و محبوبترین ویزاهای استرالیا بپردازد. در این برنامه ها درباره تعریف کلی آن ویزا، مهمترین شروط اصلی برای درخواست آن، مدت زمان بررسی پرونده، امتیازاتی که هر ویزا برای دارنده آن ایجاد می کند و هزینه صدور آن خواهیم پرداخت. من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای محمد رضا عظیمی، مشاور رسمی امور مهاجرت از مؤسسه مهاجرتی شادا در سیدنی، در این برنامه به ویزای همسر پرداخته ایم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای عظیمی، در برنامه‌های گذشته ما یک طیف گسترده‌ای از ویزاهای استرالیا رو به اصطلاح مورد پوشش قرار دادیم. در این برنامه اگر اجازه بفرمایید به ویزای همسر بپردازیم. امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً شما یک تعریف کلی از ویزای همسر لطفاً ارائه بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی آقای جمالی و تمامی شنوندگان رادیو SBS. خب همینطور که از عنوان ویزای همسر پیداست، این ویزا مخصوص کسایی هستش که همسر یا شریک زندگی اونا یکی از شهروندهای کشور استرالیا است، یا اینکه مقیم این کشور، یا جزء اون دسته از نیوزلندیایی هست که به صورت دائم در استرالیا زندگی میکنه. البته ما امروز اگر اجازه بدید راجع به 4 ویزای همسر صحبت میکنیم که یک ویزای موقت همسره که زیر شاخه 309 هست که میتونه تبدیل به ویزای دائم همسر بشه که زیر شاخه 100 هست، و دوم یک ویزای همسر موقت دیگه هست که زیر شاخه 820 هست که اونم میتونه تبدیل به ویزای همسر دائم زیر شاخه 801 بشه، که البته اگه رابطه زوجیت و همسری بین این دو فرد وجود داشته باشه. آیه عظیمی، آیا اگر متقاضی با شریک زندگیش در یک رابطه به اصطلاح ازدواج سپید هم باشه میتونه برای این ویزا اقدام بکنه؟ به طور کلی بله، اگر رابطه به صورت مهرداری و ثبت شده نباشه ولی شما شریک زندگی داشته باشید که قبل از درخواست ویزا به مدت 12 ماه با اون زندگی کرده باشید، میتونید اقدام بکنید. البته اگر این رابطه توی استرالیا به ثبت رسیده باشه دیگه این شرط 12 ماه در نظر گرفته نمیشه، و اینکه اگر از این رابطه فرزندی وجود داشته باشه باز هم این شرط 12 ماه رو در نظر نمیگیره اداره مهاجرت. البته یه سری شروط دیگه هم وجود داره. جناب عظیمی، آیا این رابطه زناشویی حتما باید با جنس مخالف باشه، مثلا بین یک زن و یک مرد باشه؟ ببینید، استرالیا رابطه زندگی بین 2 مرد یا 2 زن هم به رسمیت میشناسه، یعنی اگه رابطه بین همجنس هم باشه مشکلی برای درخواست ویزای همسر وجود نداره. ازدواج غیابی چطور آقای عظیمی؟ آیا ازدواج غیابی هم مورد قبول هست؟ ببینید، اگر که ازدواج غیابی مدرکش به طور رسمی صادر شده باشه مورد قبول هست، یعنی البته اون کشور، حالا هر کشوری باشه، با ازدواج غیابی رو به رسمیت بشناسه. اما با در نظر داشته باشیم که مثلا به صرف داشتن سند ازدواج، اگرچه فرد میتونه برای ویزا درخواست بده، اما اداره مهاجرت مدارک دیگه ای هم در نظر میگیره، و چون که خیلی مهمه که بدونیم که گاهی اوقات ممکنه که مثلا این ازدواج ها سوری باشه، و اگر که ازدواج غیابی صورت گرفته باشه و مدرک ازدواجی صادر شده باشه، اون فقط یک بخش از مدارکی هستش که اداره مهاجرت در نظر میگیره. یک طیف گسترده از مدارک دیگه ای هم هست که باید اون نشون بده که این ازدواج واقعی هست. امکان داره بفهمید آیا متقاضی میتونه در خاک استرالیا باشه و برای این ویزا درخواست بده؟ بله، البته این سوال شما 2 پاسخ متفاوت داره. همینجور که عرض کردم ما راجع به 4 ویزا صحبت میکنیم. برای ویزای 309 که بعد تبدیل به ویزای دائم 100 میشه، خیر، متقاضی حتما باید خارج از خاک استرالیا باشه و معمولا باید خارج از خاک استرالیا باشه که بهش ویزا داده بشه. اما اخیرا به خاطر شرایط کرونا اگه فردی برای این ویزا درخواست داده باشه در حال حاضر در خاک استرالیا باشه، به اون ویزا داده میشه. البته ممکنه شرایط مثلا تغییر بکنه و این صورت موقتی هست. برای ویزای 820 که بعد تبدیل میشه به ویزای 801، متقاضی حتما باید در داخل خاک استرالیا باشه.
آقای عظیمی، مهمترین شروط اصلی برای درخواست ویزای همسر چیست؟ یک سری شروط خیلی مهم وجود داره که شرط اولش خب داشتن اسپانسره. خب اون متقاضی ویزا با توسط همسر یا اون شریک آینده زندگیش که بیش از 18 سال سن داشته باشه باید اسپانسر بشه. خب اون اسپانسر باید شهروند استرالیا باشه یا همینجا که عرض کردم اقامت دائم داشته باشه یا جزء اون دسته از نیوزلندی های باشه که در استرالیا زندگی میکنن. اسپانسر معمولا مسئولیت دیون و مخارج همسرش یا فرزندان همسرش به عهده داره. باید مثلا کمک مالی بکنه و همچنین مثلا محل اقامت و اسکانش رو باید تامین بکنه. یه شرط دیگه هم وجود داره، خب در زمان درخواست ویزا متقاضی باید بالای 18 سال سن داشته باشه. البته یک امکانی وجود داره که اگر فرد 16 سالش هم باشه بتونن ازدواج بکنن، البته باید خارج از خاک استرالیا باشه و اون همسرش که استرالیایی باشه در اون زمان داخل خاک استرالیا نباشه. البته این یک استثنایی هست و بیش از 90% کیسا حتما باید افراد بالای 18 سال سن داشته باشن. و یه شرط دیگه که وجود داره اینه که باید این رابطه زناشویی و همسری رابطه واقعی باشه و این نکته که حتما باید با رضایت هم باشه نکته هستش که داره مواجه در نظر میگیره. همون گونه که شما اشاره کردید، یکی از شروط این ویزا داشتن رابطه زناشویی و همسری واقعی هست. خب چطور میشه اثبات کرد که متقاضی قصد واقعی ازدواج داره؟ بله، این سوال خیلی مهمی هستش. اداره مهاجرت معمولا مدارک و مستنداتی نیاز داره و بررسی میکنه که در خصوص معمولا 4 شاخصه اصلی ویزاهای همسره که من اگر که اجازه بدید راجع به این شاخصه ها صحبت بکنم. یه شاخصه اول داشتن روابط مالی با شریک زندگی هستش که این همسر فرد و این کسی که شما میگید که من باهاش ازدواج کردم باید یه سری روابط مالی با هم دیگه داشته باشید و مدارک از این دست باید ارائه بشه به اداره مهاجرت. این که مثلا باید وام مشترک بانکی داشته باشید یا حساب بانکی مشترک داشته باشید یا این که مثلا اسپانسر ضامن تعهدات مالی همسرش شده یا مثلا مخارج روزانه زندگی به طور مشترک هر دو طرف متقبل بشن یا مثلا منزلی باشه و خونه‌ای داشته باشن که به اسم هر دو تاشون باشه. بس یه شاخصه اصلی ما که شاخصه اول هست داشتن روابط مالی با شریک زندگی. شاخصه دوم اداره مهاجرت اون ماهیت رابطه اون اهل خونه رو با یکدیگه بررسی میکنه که مثلا باید چک میکنن ببینن که حالا چه مسئولیت‌های مشترکی توی کارهای خونه و تقسیم کارهای خونه صورت گرفته. مثلا ممکنه که اجاره نامه به اسم هر دو طرف باشه یا مثلا قبض آب و برق مشترک باشه یا مثلا به صورت مشترک از فرزندان نگهداری بکنن. یه شاخصه سومی که اداره مهاجرت بررسی میکنه اون جنبه اجتماعی این رابطه هست که آیا مثلا دیگران از این رابطه اطلاع دارن، مثلا اعضای خانواده مثلا پدر مادر دختر یا پدر مادر پسر یا دوستانی که دارن آیا از این رابطه اطلاع دارن، آیا این که مثلا مدارکی میشه ارائه داد به عنوان مثال که عضویت مشترک دارن تو باشگاه ورزشی یا فرهنگی یا مثلا مستنداتی باید ارائه داد در خصوص این که آیا مثلا سفرهای تفریحی به صورت مشترک رفتن یا مثلا توی جمعهای دوستان که هستن آیا خودشون رو به عنوان زوج یا همسر معرفی کردن. این یه شاخصه دیگه هستش که همین بحث جنبه اجتماعی رابطه که اداره مهاجرت اونو بررسی میکنه. یه شاخصه چهارم دیگه هم وجود داره که اون ماهیت تعهد و وفاداری زوجه، این که دو نفر چه مدت همدیگر میشناسن، شروع این رابطه به چه صورت بوده، آیا فکر میکنن که تا آخر عمر میخوان با هم دیگه زندگی بکنن و باید رابطه به گونه ای باشه که این دو طرف احساس بکنن که تا آخر عمر میخوان با هم زندگی بکنن و به قول معروف تنها فردی هست که انتخاب کردن برای زندگی آینده شون. البته معمولا اداره مهاجرت ممکنه که با دو طرف مصاحبه بکنه و یک سری سوالات بپرسه تا مطمئن بشه که این رابطه خیلی واقعی هستش. آقای عظیمی، آیا محدودیتی برای تعداد اسپانسر کردن افراد هم وجود داره؟ آیا مثلا یک شهروند استرالیایی که یک بار ازدواج کرده و از همسرش جدا شده میتونه مجددا کسی رو برای این ویزا اسپانسر کنه؟ معمولا اگر که شما دو بار فردی رو
برای این ویزا اسپانسر کرده باشید یا در 5 سال گذشته کسی رو اسپانسر کرده باشید، نمیتونید دیگه برای کسی دیگه اقدام بکنید. البته یه سری موارد خیلی خاصی وجود داره که حتی اگه محدودیت‌ها رو شما داشته باشید میتونید بازم اسپانسر بکنید. مثلا اینکه اگه همسرتون فوت کرده باشه یا به طور ناگهانی رابطه رو ترک کرده باشه و شما مثلا از اون همسرتون فرزندی داشته باشید، یا اینکه مثلا رابطه‌ای که دارید بیش از 2 سال گذشته باشه و یا مثلا پای یه سری فرزندای تحت تکفل در میان باشه اینا. به طور کلی بر اساس یک سری استثناءات میتونه اداره مهاجرت یک سری معافیت‌ها در نظر بگیره. امکان داره بفهمید مدت زمان اعتبار این ویزا چقدر هست؟ این ویزا یه ویزای ابتدا موقته و اعتبار اون تا زمانیه که اداره مهاجرت برای ویزای دوم شما میخواد تصمیم نهایی بگیره، که معمولا در حال حاضر بین 15 ماه تا 24 ماه طول میکشه تا تصمیم نهایی برای اعطای ویزای دائم گرفته بشه. البته ممکنه که یه سری زوجهایی باشن که رابطه زندگی خیلی دراز مدتی داشته باشن و بعد از دریافت ویزای موقت ویزای دائم بهشون فوراً داده میشه و اصلا نیاز هم نباشه که منتظر باشن برای ویزای دائم که به اونا داده بشه. امکان داره مقداری هم درباره مدت زمان بررسی پرونده ویزا لطفاً توضیح بفرمایید؟ خواهش میکنم. ببینید برای ویزای همسر زیر شاخه 309 که متقاضی هست، خب خارج از خاک استرالیا است، در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که اداره مهاجرت منتشر کرده بین 18 ماه تا 26 ماه طول میکشه که این ویزا داده بشه. برای ویزای همسر زیر شاخه 820 که خب متقاضی هست داخل خاک استرالیا است، بین 24 ماه تا 31 ماه طول میکشه که تا این ویزا داده بشه. خب حقیقتا هر دو مدت زمان خب خیلی زیاد هست و امیدواریم که اداره مهاجرت این مدت زمان رو کم بکنه و سریعتر به این خانواده ها این ویزا داده بشه تا بتونن با همدیگه زندگی بکنن. حالا فرض بگیریم که یک ویزا در حال حاضر اعطا میشه، این ویزا برای دارندش چه امتیازاتی داره؟ خب متقاضی ویزا که بعد خب برای اینکه بهش ویزا داده بشه میتونه تو استرالیا کار کنه، میتونه درس بخونه، میتونه از استرالیا خارج بشه، میتونه مدیکر بگیره و خدمات رایگان پزشکی توی استرالیا استفاده بکنه. یه سری کلاس‌های آموزش زبان هست که قدیم محدود بود که میتونستن 510 ساعت زبان بخونن، اما الان نامحدود هست که تا زمانی که توانایی اون متقاضی به میزان آیلتس 5 برسه که همون ووکیشنال انگلیش هست، انگلیسی به قول معروف برای کار یا به صورت حرفه‌ای، میتونه تا اون زمان به صورت نامحدود انگلیسی بخونه. و خب این خب خیلی کار خوبیه و تحصیلات خیلی خوبیه که برای متقاضی‌ها در نظر گرفته شده که خب میتونن زبانشون رو تقویت بکنن. امکان داره کمی هم در خصوص هزینه‌های دولتی این ویزا لطفاً توضیح بفرمایید؟ بله، هزینه‌هاش خب برای متقاضی اصلی ویزا 7850 دلاره. اگر که متقاضی باشه که بالای 18 سال داشته باشه و تحت تکفل متقاضی اصلی باشه 3930 دلاره و برای کسی که زیر 18 سال باشه 1965 دلار. البته اگر کسی ویزای ازدواج قریب الوقوع داشته باشه که ما راجع به صحبت کردیم و بعد بخواد برای این ویزا اقدام بکنه، باید هزینه کمتری پرداخت بکنه که مبلغش 1310 دلار هست. و در انتها جناب عظیمی، آیا نکته دیگری در خصوص این ویزا وجود داره که مایل هستید به اون اشاره کنید؟ خواهش میکنم. ببین، من میخوام راجع به دو نکته صحبت بکنم. این که خب برای گرفتن این ویزا با همون شرط آزمایشات پزشکی و اینا هستش و عدم سوء پیشینه هست که اداره مهاجرت باید این اسپانسرشیپ رو تایید بکنه. یه نکته دومی که میخوام اشاره بکنم اینه که این اطلاعاتی که ارائه شد باید در نظر گرفته بشه که به عنوان مشاوره حقوقی نیست. شرایط افراد ممکنه که خیلی متفاوت باشه. یک سری ریزه‌کاری هایی وجود داره که ممکنه افراد نیاز به مشاوره داشته باشند. به خاطر همین اگر که کسی میخواد برای این ویزا درخواست بده، خب توصیه میکنم که میتونه به وبسایت اداره مهاجرت مراجعه بکنه و یا اینکه خب از خدمات یک وکیل حقوقی یا وکیل مهاجرت رسمی مهاجرت میتونه که مشاوره بگیره و برای این ویزا درخواست بده. فقط خیلی خیلی مهمه که شرایط افراد ممکنه که برای این ویزاها متفاوت باشه و به خاطر همین اطلاعاتی که در این مصاحبه ارائه شد به هیچ وجه به عنوان مشاوره حقوقی نباید تلقی بشه. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید. من هم از جناب علی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید در خصوص ویزای همسر صحبت کنم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.